خب درود همه دوستان و عزیزان. درود بر شما، درود بر همه دوستان. درود بر شما، درود به همه دوستان عزیز. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. درود بر شما، درود به همه دوستان. خب امروز یک شنبه 23 مهر ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی در خدمت دوستان هستیم. جاویدنام مصطفی احمدپور. آقا رضا اسم جوانای دیگه، جاویدنامان، قهرمانان ایزه، اینا همه رو لیست کنید و همه رو همیشه هشتگاشون رو بنویسید، اسماشون رو بنویسید. این بخش کارا رو شمایی که فرصتش رو دارید میتونید حتما انجام بدید. عکساشون رو روی عکساشون مطالب بنویسید، پست کنید، پخش کنید، بذارید نام و یاد و چهره اینها همیشه توی اذهان عمومی زنده باشه. خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که ما یادمون باشه اینا رو، این جوانایی که برای کشورمون جونشون رو دادن. اینا قهرمانان واقعی ملت ایرانن. خب امروز اولا اینو بگم، یه توضیح بدم راجع به این قتل مهرجویی. به نظر من یه انگل 57 کمتر اتفاق خاصی نمیفته. حالا اینی که جمهوری اسلامی تلاش داره این رو ببندش به یک آدم خارج از کشوری، اینا دیگه به قول معروف شامورتی بازی خود جمهوری اسلامیه و اصلا تأثیری هم نداره. بودن یا نبودن این نوع انگل های 57 هیچ بار مثبتی رو از دوش ملت ایران بر نمیداره. بنابراین من که امیدوارم اونایی که توی فاجعه 57 نقش داشتن، اونایی که درود بر شما، اونایی که با حرفاشون، با عملکردشون، با وجودشون، نقششون، صدا درسته عزیز، فکر کنم شما باید بری بیرون و برگردی چون همه چی درسته. اونایی که نقش داشتن در بدبخت کردن ملت ایران، در گرفتار کردن ملت ایران، امیدوارم که هرچه زودتر به دیار گاه شتابانده شوند. حالا چه از طریق خودشون و چه از طریق زجر روزگار، چون اینا خیانت بزرگی به ملت ایران کردن، خیلی خیلی بزرگ. بارها گفتم خیلی از 57 ها وقتی باشون صحبت میکنی میگن آقا ما اشتباه کردیم، خب ببخشید. نه، این اشتباه شما پاسخش ببخشید نیست. اشتباهی که شما انجام دادید چندین نسل ایرانی رو نابود کرد، ایران رو نابود کرد و خدا میدونه ایران رو این اشتباه شما به کجا برسونه اگر مردم زودتر نجنبن. بنابراین در عالم سیاست اشتباه هر کس فقط خودش به خودش آسیب نمیزنه، توی مبارزات سیاسی، توی حرکت‌های سیاسی اشتباه هر شخصی میتونه یک ملت رو درگیر کنه، میتونه یک ملت رو نابود کنه و میتونه به یک ملت آسیب بزنه. مهرجویی و کیارستمی و بقیه اراذل اوباششون هم از همین دست جانورانن که گفتم راجع به یکی از این تلویزیونچی ها گفتم اینا مثل درخت دم در توالتن، نه سایهشون به درد میخوره و نه میوهشون. این در مورد این جریان. اما اینی که جمهوری اسلامی میخواد بندازش گردن یک جریان دیگه، یک شخص دیگه از خارج از ایران اومده، اینا همش شر و برائیه که جمهوری اسلامی میبافه. اما برگردیم روی برنامه. خب دیشب من نرسیدم که در خدمت دوستان باشم. اتفاقاتی که داره میفته همه خوشبختانه جامعه ایران، مخصوصا بخش اکتیو، کیارستمی، بله همشون، مخصوصا بخش اکتیو،
آقا سید اسرائیل حمله کنه، ارتش چی میشه، چی کار میکنه؟ تو برنامه قبلی توضیح دادم ولی امشب هم توضیح میدم. میخوام ببینیم بازی چیه دیگه. ما کارمون تو رستاخیز سیمرغ خواندن بازی هاست، حل کردن معادلات چند مجهولی در آینده. خیلی جالبه، همینو داشتم میگفتم، خوشبختانه برای همین که خب زمانی که اینا مطرح شد توی رستاخیز سیمرغ، خیلی ها موضع گیری کردن، جبهه گیری کردن در مورد فرزندان ابراهیم، در دعواهای بینشون و فلان. ولی خب الان دارم نگاه میکنم، میبینم، میخونم این برنامه رو، میبینم نه، جامعه آگاه هست، حواسش هست چه اتفاقی داره میفته. حداقل بخش آگاه خیلی بیشتر از اون بخش در خواب یا اون تیم های سایبری هر دو طرف، بخش آگاه خیلی فعالتر از اینها هستن و همه چیز رو زود به چالش میگیرن، چیزی رو چشم بسته قبول نمیکنن. خیلی خوبه، این خیلی خیلی خوبه. البته اینم مدیون فضای مجازی هستیم، یادمون نره، چون رسانه ها که همیشه یک خوراک دربسته آماده تحویل جامعه میدن، پس این جامعه از یه جایی باید اطلاعاتش رو کسب کنه و اونم حالا فضای مجازی. ارتش بیاد وسط، ما میریم پشت ارتش کمک. بله خیلی ها. نه خیلی ها هنوز ناآگاه هستم، ولی درصد آگاهان بیشتر شد. بگذاریم، برگردیم روی مطلب. ما در رستاخیز سیمرغ سالیان سالی که اعلام میکنیم جمهوری اسلامی بهترین و کلیدی ترین دوست اسرائیل در خاورمیانه است، نه در خاورمیانه بلکه در دنیاست، و تمام تلاش جمهوری اسلامی در طول این سالها تقویت سیاست‌های کلان مافیای جهانی به رهبری اسرائیل. خب اینا رو توضیح دادیم، یادمه در چندین اسپیس و چندین لایو و چندین برنامه در رستاخیز سیمرغ به یه مطلبی اشاره می‌کردیم، اونم این بود که حماس رو خود اسرائیل درست کرد، منتها پولش رو جمهوری اسلامی داد از جیب من و تو ایرانی، اما سیاست های حماس، حزب الله و دیگر تروریست های اون منطقه، همه اینها سیاست نظامیشون با اسرائیل و اسرائیل اینا رو کنترل میکنه. خیلی ها میگفتن آقا مگه میشه، مگه داریم، شما یهود ستیزی، شما اسرائیل ستیزی، شما مزدوری، شما مزدور جمهوری اسلامی هستی، و از این دست اراذل و باش کلیپ درست میکردن، ویدیو درست میکردن، فرتور درست میکردن. ما همچنان با اون چیزی که بهش معتقد بودیم نسبت به مطالعاتی که داشتیم پایبند بودیم تا همین امروز. دیشب در یعنی دیروز سقط الاسلام، رادیو فردا که معرف حضور همتون هست، رسانه ایست که تحت کنترل و مدیریت آمریکاست، یعنی دولت آمریکا، اینا اومدن یک مصاحبه انجام دادن با آقای اولمرت، نخست وزیر قبلی اسرائیل، سال 2009 فکر میکنم یه همچی چیزی ایشون نخست وزیر بوده در اسرائیل، و این آقای اهود اولمرت مطالبی رو گفته که دقیقاً تأیید میکنه جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس و اسرائیل همشون رفقا و شرکای همدیگه و همشون با همدیگه کار میکنن. فیلم سوپر هم دیدم از شما درست کردن. بله فیلم سوپر درست کردن، فیلم عرض کنم خدمتتون که سعید قاسمی، نمیدونم در مزدور سعید قاسمی، نمیدونم در کجا مزدور سعید قاسمی، نم کجا، بگذاریم. ولی آقای اهود اولمرت اومده و مطالبی رو گفته و این مطالب خیلی جالبه، تکمیل کننده برنامه های رستاخیز سیمرغ. یکی از دوستان، یا یکی از دوستان که نه، خیلی از این سایبری ها میگن ای آقا شما که حرفایی که شما میزنید که همون حرفایی که علی خامنه ای میزنه، همون حرفایی که رائفی پور میزنه، همون حرفایی که حسن عباسی میزنه. منتها این دوستان اون برنامه هایی که ما گذاشتیم راجبه اون برنامه هایی که ما گذاشتیم راجبه
فریب بزرگ بهش توجه نکردن. بذارید اینجا رو یه خلاصه بگم تا بعد برگردیم سراغ صحبت نخست وزیر اسرائیل. سال 57، قبل از 57 اومدن روی یک پروژه‌ای کار کردن برای اینکه ذهن جامعه رو تو دست بگیرن و هر کسی بیاد حرف حقیقت رو بزنه اسکلش کنن، بگن تو روانی دیوانه ای، توهم توطئه داری، کسخلی، نمیدونم دایجان ناپلونی، مشقاسمی. خلاصه سریالی رو قبل از فکر میکنم سال 55 سریالی رو شروع کردن در منم فیلم سوپر رو دیدم، ببخش با دمت گرم دیگه، نمیدونم اون طرف مقابلش کی بوده، بالاخره هرکی بوده عرض کنم خدمتتون که چی بگی. سال 55 اومدن یک سریالی رو درست کردن به اسم دایجان ناپلئون. این سریال دایجان ناپلئون بر اساس یک رمان نوشته انگلستان که به نام شخصی به اسم ایرج پزشکزاد بیرون میاد و همین داریوش مرچویی و رفقاش اینو میکننش یک سریالی. در این سریال، سریال دایجان ناپلئون، تلاش شده که نقش انگلستان رو در جنایت‌هایی که در ایران رقم زده با یه پاککن پاک کنن و اصلا شما وقتی این رمان رو میخونی یا سریال رو نگاه میکنی اصلا میبینی مظلومترین کشوری که تو دنیا وجود داره انگلستانه و این ایرانی‌های متوهم دیوانه‌ای که قبل از 1300 در بین 1298 یه همچین روزهایی، یه همچین سالهایی اون قحطی مصنوعی رو انگلستان و روسیه در ایران رقم میزنن که نصف جمعیت ایران میمیره، یعنی 11 میلیون بر اساس آماری میمیرن از گرسنگی. و بعد شهریور 1320 رو میبینید، نقش انگلستان در تبعید رضا شاه بزرگ. و از 1320 تا مرداد 32، 25 مرداد 32 نقش انگلستان جنایت هایی رو که انجام میده در ایران و همه این اتفاقات رو آقای ایرج پزشکزاد میاد همه رو پاک میکنه. وقتی سریال دایجان ناپلئون پخش میشه همون زمان زمانیه که ایران در یک آشوب بین المللی قرار میگیره و خب مردان سیاسی ایران، دولت مردان یا حتی خودش پادشاه ایران وقتی میاد صحبت از ارتجاع سرخ و سیاه میکنه، مردم ابله نادان میگن که ای بابا این که دوباره مشقاسم شد، این که دوباره دایجان ناپلئون شد، که ای بابا تئوری توطئه، توهم توطئه، کو خبری نیست. همون موقع هایی که داشت این سریال پخش میشد در انگلستان توی چاپخونه های انگلستان داشتن فرتورهای بنرهای خمینی رو چاپ میکردن، داشتن شعارهای خمینی رو چاپ میکردن، کاست های خمینی رو داشتن چاپ میکردن و میفرستادن داخل ایران. رادیو بی بی سی همون موقع داشت بر علیه پادشاه برنامه میذاشت و صحبت های خمینی رو پخش میکرد. اما مردم چی رو میدیدن؟ مردم مشقاسم رو میدیدن، دایجان ناپلئون رو میدیدن و این شد که فاجعه 57 رقم خورد و مردم متوجه نشدن از کجا خوردن. فریب دوم، زمانی که خمینی رو روی کار آوردن، دو تا شعار دادن دست خمینی، گفتن بگو مرگ بر آمریکا، این شعار بعدی تا مرگ بر اسرائیل. حالا چرا این شعارها رو بدید؟ برای این شعارها رو بدید که مردم، ذهن مردم نیاد به سمت پشت پردتون. خمینی میگفت مرگ بر اسرائیل و بعد همون موقع 23 بهمن 57 به مدت 10 سال نفت ایران توسط اسرائیل مفت و مجانی توسط شخصی به اسم مارک ریچ از ایران استخراج میشد و مردم، امت همچنان اون بالا میگفتن مرگ بر اسرائیل. اما نفت ایران که بزرگترین سرمایه ایران بود در اون روزگار داشت مجانی از ایران خارج میشد، میگفتن مرگ بر آمریکا. همون موقع 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی ایران نزد بانکهای آمریکا پودر شد رفت هوا. نزدیک 100-150 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که شاهنشاه خریداری کرده بود که قرار بود به ایران تحویل بدن همشون پودر شد رفت هوا. و خیلی اتفاقات دیگه ای افتاد که مردم میگفتن مرگ بر آمریکا، اما اون پول و اون سود داشت به نفع آمریکا مصادره میشد و میرفت. بنابراین
این فریبه. یعنی همیشه من گفتم مافیای جهانی وقتی بخواد برای یک حکومتی، برای یک جامعه ای برنامه ریزی کنه، میره رو روانشناسی اون جامعه کار میکنه، میره میگرده توی عمق تاریخ این جامعه، نقاط ضعف و نقاط قوت یک مردم رو پیدا میکنه و بر اساس اون سناریو رو برنامه ریزی میکنن. خب ما ملتم عاشق کس و شعریم، عاشق جوکیم، عاشق مسخره بازی هستیم، عاشق دروغ های شیرینیم. گرون گرون هر یه چیزی رو برامون گرون میکنن، نمیتونیم بخریم میایم جوکش میکنیم. نون رو نمیتونیم بخریم میایم جوکش میکنیم. مرغ رو نمیتونیم بخریم میایم جوکش میکنیم. با جوک حال میکنیم، خودمون رو خر میکنیم. این تو خصوصیات ما مردم ایران متاسفانه هست. حالا زمانی هم که ما داشتیم این مطالب رو میگفتیم، خیلی ها میگفتن که شما توهم توطئه داری، دایجان ناپلئونی و اصلا روانی دیوانه ای، مگه میشه اسرائیل، مگه میشه با حماس دوست باشه، مگه میشه از حماس با هم دیگه همکاری داشته باشن، مگه میشه اسرائیل برنامه سیاسی نظامی حماس رو بده، چرت و پرت چرا داری میگی آقا مرد حسابی؟ خب ما گفتیم و دیدید که شد. حالا آقای نخست وزیر سابق اسرائیل در یک مصاحبه با رادیو فردا اومده و همه اینها رو تایید کرد. به ایران سوگند، این آقای اهود اولمرت نه اسرائیل ستیزه، نه یهود ستیزه، نه مزدور جمهوری اسلامیه، نه عامل تفرقه است، نه برای شایعه پراکنی اومده. بابا یارو نخست وزیر اسرائیل بوده، نخست وزیر اسرائیل بوده. بریم ببینیم چی میگه تا بعد میریم سراغ بقیه مطالب. یک مصاحبه کرده در رادیو فردا، میتونید برید لینکش هم هست، میتونید برید رو سایت رادیو فردا و مصاحبه رو کامل گوش کنید. من با کاملش کاری ندارم، بخشش رو کار دارم، یعنی دو بخشش رو در حقیقت. این سایت حجت الاسلام رادیو فرداست و بشنویم. نظرتون درباره استراتژی تازه دولت چیه؟ منظورم بحث محاصره کامل غزه و این ادعای دولت نتانیاهو درباره نابودی کامل حماس و کشتن همه سرانش و شکل دادن یک خاورمیانه جدیده. آیا به نظر شما چنین ادعاهایی برنامه‌های شدنی و موجهی هستند یا صرفاً لفاظی‌های سیاسی؟ در درجه اول من هیچ وقت نگفتم که همه اعضای حماس رو میکشیم و کل این سازمان رو نابود میکنیم. من این رو نگفتم. هیچ وقت هم همچین ایده ای نداشتم و تصور نکردم و نمی کنم که چنین کاری شدنی و واقع بینانه باشه. نتانیاهو این حرف رو میزنه که ناشی از استیصال خودشه. اون هم به دلیل شوک و فشاری که نه تنها از طرف افکار عمومی اسرائیل بلکه به خصوص از طرف گروهی از حامیان خودش بهش وارد شده. نتانیاهو در سال 2009 وقتی از اینجا به بعدش رو دوستان لطفاً با دقت گوش کنید. صداش براتون میاد؟ از اینجا به بعدش رو لطفاً با دقت گوش کنید. یه بار دیگه میزنم از اینجا که نتانیاهو سال 2009 از اینجا. در درجه اول من هیچ وقت نگفتم که همه اعضای حماس رو میکشیم و کل این سازمان رو نابود میکنیم. من این رو نگفتم. هیچ وقت هم همچین ایده ای نداشتم و تصور نکردم و نمی کنم که چنین کاری شدنی و واقع بینانه باشه. نتانیاهو این حرف رو میزنه که ناشی از استیصال خودشه. اون هم به دلیل شوک و فشاری که نه تنها از طرف افکار عمومی اسرائیل بلکه به خصوص از طرف گروهی از حامیان خودش بهش وارد شده. نتانیاهو در سال 2009 وقتی نخست وزیر شد ادعا کرد که اولویت اولش نابود شدن حماس خواهد بود، اما در عمل وارد همکاری با حماس شد، اون هم به قیمت خراب شدن متوجه شدید چی شد دوستان؟ متوجه شدید چی گفت؟ اولا میگه که نتانیاهو سال 2009 با این شعار اومد نخست وزیر شد که من میخوام حماس رو نابود کنم، اما زمانی که اومد نخست وزیر شد عملا وارد همکاری با حماس شد. آقا این یارو، این آقای اولمرت نه مزدور جمهوری اسلامیه، گفتم نه یهود ستیزه، نه اسرائیل ستیزه، نه عامل تفرقه است، نه سایبریه، نخست وزیر اسرائیله.
داره میگه نتانیاهو سال 2009 که اومد وارد همکاری عملی با حماس شد. حالا شما برید نگاه کنید از 2009 به این ور این ترقه بازی هایی هست که انجام میشه. ببینید چجوری با برنامه ریزی داره انجام میشه. یه بار دیگه صحبت اینو گوش کنید. ای مزدور اسرائیل ستیز، یهود ستیز، اجنبی مزدور جمهوری اسلامی، این حرفا چیه میزنی آخه؟ عجب داستانی ما داریم. یه بار دیگه اینجا شو گوش کنید. من رو نابود میکنیم. من این رو نگفتم. هیچ وقت هم همچین ایده ای نداشتم و تصور نکردم و نمی کنم که چنین کاری شدنی و واقع بینانه باشه. نتانیاهو این حرف رو میزنه که ناشی از استیصال خودشه، اون هم به دلیل شوک و فشاری که نه تنها از طرف افکار عمومی اسرائیل بلکه به خصوص از طرف گروهی از حامیان خودش بهش وارد شده. نتانیاهو در سال 2009 وقتی نخست وزیر شد ادعا کرد که اولویت اولش نابود شدن حماس خواهد بود، اما در عمل وارد همکاری با حماس شد، اون هم به قیمت خراب شدن رابطه اسرائیل با تشکیلات فلسطینی به رهبری محمود عباس. خب این معنی چی میشه دوستان؟ میشه یک کسی اینو برای من معنی کنه؟ معنی این حرف این آقای نخست وزیر اسرائیل اهود المرت، این یهود ستیز اسرائیل ستیز مزدور جمهوری اسلامی که داره میگه آقای نتانیاهو سال 2009 زمانی که نخست وزیر شد عملا با حماس وارد همکاری شد، این معنیش میشه چی؟ میشه یکی برای من توضیح بده؟ میشه یکی برای من توضیح بده اینو؟ سال 2000 رو از یه چیز دیگه بهت نشونتون بدم. روزنامه هارتس مال خود اسرائیل سال 2000 فکر میکنم 19 یک خبری میزنه و توی این خبر ادعا میکنه، تیتر خبرش اینه: رئیس موساد از دوحه بازدید کرد و از قطر خواست به کمک‌های مالی حماس ادامه دهد. آی ایوه الناس، روزنامه هارتس مال خود اسرائیل، نه یهود ستیزه، نه اسرائیل ستیزه، نه مزدور جمهوری اسلامی، نه عامل تفرقه. میگه رئیس موساد از دوحه بازدید کرد، یعنی از قطر، از قطر خواست به کمک‌های مالی برای حماس ادامه دهد. اینم لینک خبرش که نیاید بگید این سعید قاسمی میره فتوشاپ درست میکنه مثل دیشبتون. اینم لینک خبرش. اینم لینک خبرش. ببینید این روزنامه هارتس، بذارید زوم کنم روش، اون تبلیغات کاری نداشته باشینا، اینا اینجا این روزنامه هارتس. خب اینم لینک خبرش، اینم خود خبرش، اینا اینا میبینید. آی شما که میخواید بگید فردا بیاد بگید این سعید قاسمی میره فتوشاپ درست میکنه، اینم سایت، اینم گوگل ها. ببین این گوگله، گوگل این گوگله، اینم همون خبر 24/2020 24 فوریه 2020، اینها اینم خبرش. پس چی شد؟ رئیس موساد میره قطر، از قطر میخواد که به سراب به حمایت‌های مالیش به حماس ادامه بده. کدوم حماس؟ همون حماسی که میگن دشمن خونی ماست، همون حماسی که 5000 تا موشک پوزش میخواد، 5000 تا موشک میفرسته هوا، گنبد آهنی خواب موساد هم رفته به قول معروف گودبای پارتی. حالا قطر این پولو از کجا باید بده؟ توضیح دادم، از منابع نفت و گاز زیر پای ما ایرانیان،
از میدانهای گازی مشترک ایران و قطر که درش توسط جمهوری اسلامی بسته شده و قطر این گاز و منابع زیرزمینی رو استخراج میکنه و پولش هم باید بخشش رو بده به حماس، بخشش به حزب الله، بخشش به القاعده، بخشش به اخوان المسلمین، بخشش به طالبان و بخشش هم به داعش. با همکاری کی؟ با همکاری جمهوری اسلامی. به فرمان کی؟ به فرمان موساد. من و تو خیابونا چی گفتن بریم چی بگیم؟ گفتن برید بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. 44-45 سال این بازی ادامه داره. 44-45 سال که ما ملت ایران گرفتار، البته خیلی وقت گرفتار فرزندان ابراهیمیم، اما گرفتار یک شاخش بودیم، اما 44-45 ساله که گرفتار هر دو شاخه فرزندان ابراهیمیم. خب اینو که دیگه من نگفتم، اینو که روزنامه هارتس نوشته که یوسی کوهن رئیس موساد رفته به قطر گفته پول به پول فرماندهان حماس رو بدید، حمایت مالیشون کنید که فشنگ و اینا رو داشته باشن که ما اسرائیلیا رو بزنن. اینم که نخست وزیر اسرائیل داره میگه، میگه آقای نتانیاهو با حماس همکاری، وارد همکاری عملی شدن از 2009. یه چیزی دیگه هم این آقای نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر اسبق اسرائیل، یه پیام جالبی داره برای مقامات جمهوری اسلامی، یعنی برای پسرموهاش. اینم بشنوید، بد نیست، خالی از لطف نیست. اینم بشنوید، خالی از لطف نیست دوستان. که پیش اومده به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه، چون الان تشکیلات فلسطینی و محمود عباس این فرصت رو دارن که چهره متفاوتی از فلسطینی ها رو نشون بدن. هیچ گزینه دیگری به جز راه حل دو کشوری وجود نداره. خب شما دارین با رادیو فردا صحبت میکنین، آیا پیام مستقیم برای حکومت و مردم ایران دارین؟ فکر میکنم تنها پیامی که میتونم بهشون بدم اینه، از کارتایی که توی دستتون دارید بی منطق استفاده نکنید. شنبه گذشته یک موفقیت داشتید، اما حالا با پاسخ بسیار بسیار سخت اسرائیل روبرو میشید. بیشتر از این خرابش نکنید. آقا این پیامش برای مقامات جمهوری اسلامی بوده دوستان. این پیامش برای جمهوری اسلامی بوده، از کارت هایی که توی دستتون دارید بهتر از این میتونید استفاده کنید. از کارت هایی که داره به مقامات جمهوری اسلامی پیام میده، از کارت هایی که توی دستتون دارید بهتر از این میتونید عمل کنید. شما در شنبه گذشته یک موفقیت بزرگ داشتید، یعنی اون تروریستایی که رفتن اونجا زن و بچه مردم بیگناه اسرائیل رو کشتن، اینها موفقیت های بزرگ جمهوری اسلامیه که آقای نخست وزیری داره بهشون میگه شما موفقیت بزرگی داشتید، اما بیشتر از این کشش ندید و این کارت بازیتون رو نگه دارید. رسما داره میگه کارت بازی. آقا اگه اون ترجمه، اون کسی که داره تو رادیو فردا ترجمه اشتباهی میکنه، اون دیگه تقصیر من نیستا. نخست وزیر اسرائیل وقتی یک، حالا نخست وزیر سابقش، وقتی یک مصاحبه کرده 600 بار چک میشه و بعد پخش میشه. یه بار دیگه گوش کنیم پیامه نخست وزیر اسرائیل برای پسرموهاش در داخل ایران. سپاه تروریستی پاسداران اسرائیل در ایران. گزینه دیگری به دستان حل دو کشوری وجود نداره. خب شما دارین با رادیو فردا صحبت میکنین، آیا پیام مستقیمی برای حکومت و مردم ایران دارین؟ فکر میکنم تنها پیامی که میتونم بهشون بدم اینه، از کارتایی که توی دستتون دارید بی منطق استفاده نکنید. شنبه گذشته یک موفقیت داشتید، اما حالا با پاسخ بسیار بسیار سخت اسرائیل روبرو میشید. بیشتر از این خرابش نکنید، چون عواقبش برای هر کسی که بخواد چنین کاری بکنه بسیار دردناک و خونین خواهد بود.
دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. اینم صحبت های نخست وزیر سابق اسرائیل در مورد همکاری نتانیاهو با حماس. روی منطق درود درود جام کن. یعنی چی روی منطق استفاده نکنید؟ یعنی داداش حواست باشه اشتباه نکنی، بازی به هم می‌ریزه. کارتی که تو دستت داری طبق برنامه باش بازی کن. خب این چند تا سند در مورد این مطالبی بود که ما سالهاست توی رستاخیز سیمور میگفتیم و خیلی ها میگفتن که آقا مگه میشه اسرائیل با حماس، اسرائیل با جمهوری اسلامی. دیدید که شد و دیدید که در ادامه هم خواهد شد. این مطالبی بود که من خواستم امشب در تکمیل کردن گفتمان چند شب پیش با دوستان در موردش صحبت کنیم. یه مطلب دیگه هم بود که یک فرطوری رو از اتاق جنگ اسرائیل ما منتشر کردیم و طبق معمول این فرطورو اون شخص که اون بالا میبینید سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیله. یک شخصیه که حالا فارسی هم صحبت میکنه، میگه من توی ایرانم بودم. جناب کمالپور یه برنامه به زودی منتشر میکنن، حتما ببینید. دیشب تبلیغشون اومد روی برگه. و شما توی این سرباز فارسی زبان اسرائیلی یه ویدیویی داد بیرون و خلاصه خیلی از این ایرانیان عاشق هیجان و عاشق شروور بولد کردن و پخش کردن و درود بر شما و ما علیم و بلیم و ما پشت سر شماییم و اما وقتیم این داستان ها. بعد این فرطور رو ما پخش کردیم. آقای عرض کنم خدمتتون که چی اسم اون ایران ستیز پا؟ برنارد هانری لوی در اتاق جنگ اسرائیل داره با همین آقای سلام علیکم داره گفتگو میکنه. این عکس هم قدیمی نیست، خیلی جدیده، مال همین دیروز پریروزه. خلاصه ما اینو دیروز پخش کردیم روی برگه. از این ور و اون ور حملات شروع شد که این مزدوران رستاخیز سیمور دوباره دست به فتوشاپ شدن و این مزدوران جمهوری اسلامی دارن فتوشاپ میکنن برای اینکه تفرقه بندازن بین نه امیدوارم که جاش مناسب باشه. مهران جان من اکسپ میکنم تفرقه بندازم بین بین ایرانیا. درود مهران جان، چطوری؟ خوب جناب قاسمی عزیز، به به به، درود به همه عزیزان، امیدوارم خوب باشید. نمیدونم چقدر از لایف گذشته، من در حال ادیت ویدیو بودم و الان رسیدم خدمتتون. عرض کنم که یه بخش کوتاهی رو به عنوان تیزر پخش کردم، قطعا بعد از لایو در اینستاگرام رستاخیزم میاد بالا. صحبتاتو بکن تمام شد بعد من در خدمت. من 40 دقیقه از لایو گذشته، من این روی این کپچر داشتم توضیح میدادم، اینو میرم توضیح بدم. بله ما این فرطور رو پخش کردیم و گفتن دوباره این مزدوران جمهوری اسلامی دست به فتوشاپ زدم. این عکس اصلا کلا فتوشاپه. آقای برنارد هانری لوی هم که همه میشناسن دیگه، یک ایران ستیز، یک مزدور از نظر ما ایرانیان مزدورها، یک کسی که معمار و مأمور تجزیه خاورمیانه مخصوصا ایرانه، کسی که پشت اسماعیلیون و قومی کلا و عبدالله معتدی و بقیه اراذل اوباش تجزیه طلب ایستاده. و خب ما همیشه کارت اصلی رو که رو نمی‌کنیم، که اول رو می‌کنیم، واکنش‌ها رو می‌بینیم، بعد کارت اصلی رو رو میکنه. امروز من اینو اصل اورجینالش رو گذاشتم. بذارید یه بار دیگه دوربینم من برگردونم اول. این هم سایت خود آقای گربه کلاه میرزا. چی بود اسمش؟ برنارد هانری لوی. بذارید من بیارمش براتون. آره این سعید قاسمی مزدور، رستاخیز سیمرغ مزدور، میره عکس فتوشاپ میکنه و این عکس خیلی جا
جالبه رو صفحه خود آقای ایران ستیز هم پست گذاشته میشه. بفرمایید این صفحه اکانت توییتر این شخص بزنم میاد بالا. نه آلنجیل بهتر شد، دوربینه رو کش کرد. برنارد هانری لوی این اکانت توییترشه دوستان، و این هم همون عکسیه که ما ازش استفاده کردیم توی اون کپچر. نه فوتوشاپه، نه جعلیه، نه به قول معروف کار مزدوران جمهوری اسلامیه، نه کار پسرمای سامیه، خود جمهوری اسلامیه. و این آقایی هم که اینجا نشسته همون آقاییه که میگه من ایرانیم و سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. حالا اینا رو ما برای چی میایم میذاریم؟ مگه سرمون درد میکنه؟ مگه برای چی بیان وقت ما رو ریپورت کنن و انگ مزدوری و اینها رو بزنن؟ برای اینکه بدونیم بازی ها از چه قراره و این وسط ما باید چی کار کنیم، یعنی ما مردم ایران باید چی کار کنیم. تو برنامه گذشته مطلبی رو گفتم، گفتم به ما میگن که به ما مردم ایران میگن یا طرفدار اسرائیلید یا طرفدار فلسطینید، و یا سوم رو نمیذارن که آقا اصلا به ما مردم ایران چه ربطی داره که طرفدار تو باشیم یا طرفدار اون باشیم. بعد از همون برنامه سایت وزارت امور خارجه اسرائیل دیروز اومد یک توییتی نوشت و این همین رو دوباره تاکید کرد که نه آقا جان این حرفا نیست، یا باید طرفدار ما باشی یا طرفدار جمهوری اسلامی. و یه کامنتی هم من همون زیرش رفتم نوشتم که آقا یه یای سومی هم هست، و اون یای سوم اینه که ما ملت ایران باید کشورمون رو از شما فرزندان ابراهیم پس بگیرید. اینها اینم توییتشه، چون الان دو تصویر از زیاد که کنم نمیتونید بخونینش. نوشته اکنون نمیتوان وسط باز بود، یا در کنار اسرائیل ایستاده اید یا در کنار هیولای جنایتکار حماس. نور بر تاریکی پیروز از اسرائیل داشت. چرا ما باید همیشه بین ان و انتر یکی رو انتخاب کنیم؟ چرا ما همیشه باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم؟ ما مگه خودمون هویت نداریم؟ مگه کشور نداریم؟ ما ایرانمون رو باید انتخاب کنیم، و ایران ما در اشغال فرزندان ابراهیمه. 1300 سال در اختیار یک بخشش بوده، 45 سال مستقیم در اختیار اون یکی بخشش بوده. پس دعوای شما پسر عموها، اگر دعوایی هم دارید که من الان اسنادش رو نشون دادم که همش طبق برنامه و طبق سناریو هست، به من ایرانی ارتباطی نداره. شما میخواید ما رو به گونه‌ای بکشید وسط بازی با این جنگ روانی و تبلیغاتی، حمله به خاک ایران رو مشروع جلوه بدید، و یه سری ابله توی این اپوزیسیون افتادن دنبال این که جون مادر آقای نتانیاهو بیا بزن ایران رو با خاک یکی کن، ما رو از شر جمهوری اسلامی نجات بده و پروژه عراق رو برای ایران تکرار کن. اینا رو میگیم، شاید نتونیم حرکتی بر علیه بازی‌های شما بکنیم، اما در بسیاری از مواقع تونستیم بازیاتون رو به هم بزنیم. بنابراین این بار هم تلاش میکنیم بازیتون رو به هم بزنه. بفهم جام کمان. بله، درود دوباره به همه عزیزان. همیشه ما از خودی ضربه خوردیم، یعنی ایرانی از ایرانی ضربه میخوره. 99% افرادی که امروز کورکورانه به دلیل اینکه اگر بگیم میهن پرستم باشن، براندازم باشن، نتونستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، اومدیم رفتیم تو بغل یک دشمن دیگه به نام موریانه خاورمیانه که بیا تو برای ما این کارو بکن. من یک بخش بسیار بسیار کوتاه فشرده و خلاصه ای رو از آنچه که در این سلسله برنامه ها دارم ضبط میکنم و توضیح میدم، به صورت مکمل صحبت های جناب قاسمی در طول این چند شب خواهد بود. بسیاری از افراد شاید فکر نکنن که چرا از 1948 به بعد که اسرائیل به رسمیت شناخته شد و این همه درگیری وجود داشته بین یهودیان صهیونیست که با یهودیان معمولی بسیار بسیار متفاوت هستن، و در طول این برنامه‌ای که دارم می‌سازم کامل توضیح میدم با سند و مدرک، چرا در طول این جنگ‌هایی که به درازا کشیده شده، اسرائیلی که این همه قدرت نظامی داره، آمریکا پشتشه، انگلستان پشتشه، اتحادیه اروپا پشتشه،
چرا نیومده این گروهک های تروریستی مثل حماس و حزب الله رو نابود بکنه. یکی از دلایلش رو چند دقیقه پیش جناب قاسمی گفتن که بر اساس صحبت های خود مقامات اسرائیلی حماس تحت حمایت اسرائیل هست. چرا؟ چون یکی از ابزارهای مهم بقای اسرائیل همین دشمن ساختن برای خودشه. اما اسرائیل از چه سالی شروع به کار کرد؟ روزگاری در 1895 یهودیان در سراسر دنیا پخش بودند، در اروپای شرقی و روسیه خصوصا تحت فشارهای شدید بودند، در هیچ جای دنیای اجازه خرید ملک نداشتند، نمیتونستن چیزی به عنوان اموال شخصی خودشونو داشته باشن و اینها اومدن در کار واردات و صادرات و کار پول بر اساس آیین مذهبی خودشون که در تورات قید شده به دیگران پول قرض بدهید و از آنها نزول بگیرید، رفتن و بانک تأسیس کردن و امروز در حالی که الان داریم صحبت میکنیم 488 بانک مادر و بانک بزرگ و کلان در جهان برای یهودیانی هست که تنها 3% از اونها در اسرائیل زندگی میکنند و بقیه در آمریکا زندگی میکنند. بانک هایی که مانند HSBC، مانند کردیت سوئیس، مانند دویچه بانک، بانک های گردن کلوفتی که در امارات 7 بانک در طول 3 سال راه اندازی شد، در عربستان همینطور، در ژاپن، کره جنوبی، چین، اینها تماما از پشتوانه های خاندان روچالد هستند. اما از همون روزگار به دلیل اینکه انگلستان، فرانسه و روسیه تزاری با امپراتوری عثمانی مشکل داشت و یک زمانی فلسطین، عربستان، عراق، سودان، اردن، مصر تماما تحت تملک امپراتوری عثمانی قرار داشت، اینا شروع کردن جنگیدن و جنگ جهانی اول را انداختن. قدرت انگلستان، فرانسه و روسیه تزاری به امپراتوری عثمانی نرسید و چون سازمان صهیونیستی توسط تئودور هرتزل در 1896 راه اندازی شد و در 1897 اولین کنگره صهیونیست در شهر باسل سوئیس برگزار شد و تمام اموال اینها در آمریکا بود، آمریکا به دلیل حفظ منافع خودش که حفظ منافع همین یهودیان صهیونیست هم تون میشد، وارد جنگ جهانی اول نشد. تئودور هرتزل در 1896 کتابی رو مینویسه به نام کشور یهود و به دنبال یک جایی بوده که یهودیان رو بتونه جمع بکنه. انگلستان یک سری مناطقی رو بهشون معرفی میکنه مثل کنیا، مثل اوگاندا و در نهایت تئودور هرتزل اوگاندا رو تایید میکنه به عنوان رئیس سازمان صهیونیستی. اما انگلستان با تئودور هرتزل و سران سازمان صهیونیستی صحبت میکنه تا مخ آمریکا رو بزنن و ارتشش رو وارد جنگ جهانی اول بکنه. از اون طرف انگلستان یک جلسه رو میذاره با حسین شریف، حاکم مکه، که شما هم بیا با عرب ها صحبت کن، از داخل امپراتوری عثمانی قیام کنید تا ما بتونیم امپراتوری عثمانی رو شکست بدیم، منافع شما هم تامین میشه، ولی به نتیجه نمیرسن. در نهایت قرار میشه کشورهای عربی شکل بگیره و این قول رو به حسین شریف میدن، ولی در اوایل جنگ جهانی اول پیمان یا معاهده ساکس پیکو نوشته میشه بین فرانسه و انگلستان که در این معاهده فلسطین به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشه که شمالی میشه فرانسه و جنوبی میشه انگلستان که غزه امروزی در بخش انگلستان قرار میگیره. باز مناقشه بر سر غزه پیش میاد که در نهایت غزه میشه منطقه بین المللی، نه برای فرانسه نه برای انگلستان. اما با توجه به اختلافات شدیدی که به وجود میاد و از 1899 یهودیان شروع میکنن به کوچ کردن دستای کوچیک کوچیک به این منطقه، در 1915 آرتور بالفور به عنوان وزیر امور خارجه انگلستان که بعدها هم شد بعدش هم شد نخست وزیر انگلستان، بیانیه معروف بالفور رو صادر میکنه که در این بیانیه که برای تئودور هرتزل ارسال میشه موافقت خودشونو با تحویل دادن یک منطقه در فلسطین برای
مهاجرت یهودیانی که تحت فشار بودن از کشورهای اروپای شرقی و روسیه اعلام میکنه و این چند خط جزء مهمترین عناصر حیاتی در آینده‌ای بوده که برای اسرائیلیا نقش آفرینی میکنه. در 1947 انگلستان قیومیت خودش از روی فلسطین ور میداره تا 1947 از 1899 تا 1947 جنگ های بسیار وحشتناکی در منطقه فلسطین بین عرب و یهودیان سر میگیره. در همون سال تا سال 1947 یهودی ها در اون منطقه اشغالی که داشتن ارتش رو اندازی میکنن، هواپیما بهشون داده میشه، هلیکوپتر داده میشه و تانک و نفربر و همه چیز توسط انگلستان و آمریکا تجهیز میشن و در نهایت میشه نظر سازمان بین الملل که آره این منطقه فلسطین به 6 قسمت تقسیم بشه، 3 قسمت برای عرب و 3 قسمت هم برای یهودیان. اما ما در خود یهودیان یک بخش بسیار بزرگی رو داریم که کماکان در اسرائیل زندگی نمی کنن. مثلا در سازمان صهیونیستی پول میدن به آلبرت انیشتین که عضو سازمان صهیونیستی بشه و میشه و در کنگره ها شرکت میکرده، اما بعد از چند قتل عام بزرگ توسط ارتش اسرائیل که فلسطینی ها انجام میدن، آلبرت انیشتین نامه ای رو مینویسه به سازمان صهیونیستی، اعتراض میکنه و از این سازمان خارج میشه که این نامه رو من در برنامه قرار دادم و این اسنادی که دارم صحبت میکنم همه در برنامه موجوده. خدمتتون عرض کنم که تا بعد از این اتفاقات یک جای عرب‌ها تصمیم میگیرن که جنگ 6 روزه لقب میگیره. کشورهای مثل سودان، اردن، مصر، عربستان و عرب فلسطینی تصمیم میگیرن بر علیه یهودیان بجنگن و اینها رو بیرون کنن و اجازه ندن که کشورشون رو تصاحب کنن، چون یهودیا هر چی که میخریدن، هر زمینی رو میخریدن، هر خونه‌ای رو میخریدن، اونجا محل عبور مرور اعراب رو ممنوع میکردن، در صورتی که تا 1895 50% فلسطین مسلمون بودن، 30%ش مسیحی بودن و 20%ش یهودی، با صلح و صفا و عاشقانه با هم زندگی میکردن، هیچ مشکلی نداشتن. اما این جنگ 6 روزه باعث این میشه که اسرائیل غزه رو کامل برای خودش بگیره و این جنگ به نفع اسرائیل تموم میشه و نیروگاهی که هفته پیش اعلام کردن که اسرائیل منفجر کرده و زده بمبارون کرده نابودش کرده، همون نیروگاهیه که در اون 2 سال که در اختیار اسرائیل بود و اشغالش کرده بود غزه رو ساخت، برای مردمان خودش ساخت. حتی بعد از اون مردمان یهودی که اونجا زندگی میکردن مجبور شدن خونهای خودشون رو ترک کنن، از اونجا خارج بشن و برگردن بیان در منطقه یهودی که در اختیار اسرائیل بود و اونجا رو تحویل اعراب فلسطینی بدن. چطور امکان داره کسی متوجه نشه که یک سری افراد با چوب و چماق و سنگ، یک سری گروه های تروریستی مثل حماس و حزب الله با بالاترین سلاحی که دارن، آرپیچی و خمپاره و موشک معمولی که برد کوتاه داره، بخوان با یک ارتشی که بمب اتم داره، ارتش قدرتمنده و این همه هارت و پورت میکنه بجنگن و اسرائیل نتونه شکستش بده، اونم در منطقه غزه که یک طرفش به دریا وصله و توسط کشتی‌ها، ناوهای جنگی اسرائیلی، زیردریایی‌های آمریکایی داره کنترل میشه، از داخل هم تماماً دور تا دور غزه رو سرزمین اسرائیل که گرفته، یعنی کاملاً تحت حمایت. پس این تسلیحات نظامی از کجا وارد غزه میشه؟ این همه ماهواره نظامی که اسرائیل ادعا میکنه کجاست؟ پس چرا کنترل نمیکنن؟ چرا نمیبینن؟ چرا جلوی این اتفاقات رو نمیگیرن؟ خب بحث اساسی امروز بر سر این هستش که از 1395 به بعد، خصوصا در قیام 1401، مافیای جهانی متوجه شد که مردم ایران برای آنچه که میخواهند دارن جونشون رو میذارن وسط و بهش خواهند رسید، یعنی حکومت پادشاهی و تمام بازی مافیا، تمام نقشه‌های شومی که برای اون منطقه کشیده شده رو همه رو دارن داغون میکنن و هزینه های گزافی رو دارن میذارن گردن مافیا.
به من ایرانی هیچ ربطی نداره چه اتفاقی در برای هر طرف این مناقشه میخواد بیافته. هر دو طرف این مناقشه به فکر منافع خودشونن. آمریکا به فکر منافع خودشه، تمام کشورها به فکر منافع خودشونن. اما یک مشت ایرانی خوددانا پندار بی سواد داریم که از سر ناتوانی شیرجه زدن تو بغل قاتلان خودشون، کسانی که نمیتونن فکر کنن. در سالیان قبل از 57 یکی از ابزارهای مهم روح الله خمینی موساد بوده. هزینه‌ای که موساد کرد برای پروژه ماهان که بارها در برنامه رستاخیز سیمرغ بهش پرداختیم، اتفاقاتی رو رقم زد که امروز ما رسیدیم به اینجا. حالا برای نجات کشورمون، برای بازگشت به ماهیت و اصالت خودمون، دوباره رفتیم تو بغل کسی که باعث یکی از عوامل سرنگونی حکومت پادشاهی بوده. مردم ایران نه دنبال خون خونریزی هستند، یک مردم صلح طلب، صلحجو و مردم دوست هستند و دوست ندارن یه قطره خون از دماغ هیچ انسانی بیاد. اگر امروز شما به غیر از پروپاگاندای رسانه‌ای که داره صورت میگیره، همونطوری که برای جنگ روسیه و اوکراین صورت گرفت، همونطوری که برای داعش صورت گرفت، همونطوری که برای طالبان صورت گرفت، همونطوری که سپر انسانی ساختن از مردم آمریکا برای 11 سپتامبر 2001 که حمله کنن به عراق و افغانستان، اگر شما چیز دیگری در جنگ روسیه و اوکراین، در جنگ فعلی غزه و اسرائیل، شما چیز دیگری رو دیدید که خواسته باشن سر خاورمیانه رو ببرن و تیک تیکش بکنن، شما برنده اید. بنیامین نتانیاهو بر سر جنگی که با غزه و با گروه تروریستی حماس داره میاد میگه در نتیجه این جنگ تغییرات بزرگ در خاورمیانه خواهد بود. اگر تو با گروه تروریستی حماس مشکل داری، حتی اگر تو با جمهوری اسلامی مشکل داری و میخوای مثلا به کمک داداش خودت بری که جمهوری اسلامی باشه و با اونا بجنگی، چرا میخوای نقشه خاورمیانه رو تغییر بدی؟ پس هدفها بزرگتر از آن چیزی هستند که ما داریم میبینیم. اینو من به صورت فشرده الان اینو گفتم، ولی در برنامه‌هایی که دارم منتشر میکنم که بخش اولش فردا شب منتشر خواهد شد، اینا رو با سند و مدرک از کتاب‌های مختلف با اسناد مختلف همه رو نشون دادیم و توضیح میدم در رابطه باشون، در رابطه با جنگ اوکراین، در رابطه با 11 سپتامبر، در رابطه با سپر انسانی ساختن، در رابطه با نتیجه آن چیزی که در طول این چند شب جناب قاسمی هم بارها بهش اشاره کردن که پوست اندازی جمهوری اسلامی و نجات آخونده خواهد بود، بهش پرداختم. امیدوار هستم که همراه ما باشید طبق معمول همیشه و این برنامه ها رو همه رو ببینید، یک قسمت نبینید، همه رو ببینید، چون اینها به هم دیگه وصله و یک نتیجه کامل در پایان این بخش ها خواهید گرفت. سپاسگزارم از همه شما. پاینده جابیشا جانم سعید جان، نه آخر لایو تموم شد. جان من یه مطلب دیگه ایرم بگم، خیلی از دوستان اول ازتون تشکر میکنم که همیشه جوی احوال من بودید در تلگرام، در دایرکت اینستاگرام، که چرا نیستید، چرا آقای قاسمی تنها هستش. من یک بیماری داشتم که حدود بیشتر از دو سال درگیر بودم و خوشبختانه خوب شدم، پایان دوران نقاهته و از این به بعد من هم بیشتر مزاحم میشم. پشت تصویر همیشه با آقای قاسمی با هم بودیم، ولی خب چون مشکلاتی داشتم که نمیتونستم اینجا، جور تصویر آقای قاسمی کشیدن تا اینجا، ولی خب در بخش رسانه سیمرغ دارم کارمو انجام میدم و به زودی هم این رسانه منتشر خواهد شد لینکاش، و امیدواریم که رسانه سیمرغ هم که اولین رسانه مستقل پادشاهی خواهان هست و حمایت کنید. سعید جان سپاسگزارم ازت. سپاس نداره. آینده ایران تا ابد جاوید. چه دوستان بدرود. خب دوستان عزیز، اینم صحبت جناب کمالپورم شنیدید. بریم سراغ جمع‌بندی پایان برنامه. مهم نیست مافیای جهانی چی میخواد، مهم نیست چه برنامه‌ای دارن، جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای داره و دیگران، مهم اینه که ما مردم چی میخوایم. ما مردم، و ما مردم هم نشون دادیم، حداقل در همین دهم مهر ما بچهای اصفهان نشون دادن که چی میخوان. میشه این حماسه ها رو تکرار کرد، میشه بازی ها رو به هم ریخت،
میشه وسط این دوئل مافیای جهانی و ملت ایران بازی رو برد. توی کارهایی که ارتش سری داره انجام میده 4000 پرچم شیر خورشید تولید و پخش شده، حتی 500 تا آخرش هنوز کامل نشده. امیدواریم دوستانی کمک کنن، حمایت کنن که ما بتونیم اینا رو کاملشون کنیم یا شاید بتونیم یک تعداد بیشتری بهش اضافه کنیم. این پرچم‌ها پرچم‌هایی که مطمئن باشید ایران رو نجات میده، مطمئن در هر صورتی. بنابراین هرچه بیشتر بتونیم تولید کنیم و پخش کنیم میتونیم مطمئن تر باشیم. دوستانی که میتونید کمک کنید برای تولید پرچم حتما حتما پیام بدید بیاید وسط تا ما کارمون رو انجام بدیم. نه تاریخ انقضا داره، نه باطل میشن، نه از بین میرن و نه به قول معروف اتفاقی براشون میفته. هر تعداد بیشتری ما بتونیم توی این فاصله ای که حالا مردم بخوام به رستاخیز برسن پخش کنیم، بردمون قطعی تر میشه. سپاسگزار میشم دوستانی بیان و حمایت کنن که بتونیم این کار رو انجام بدیم. نمیتونم دوست عزیز بیارم بالا، 30 ثانیه 40 ثانیه دیگه با آخر لایو مونده. سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه. این لایو رو حتما حتما از اول ببینید، دوباره وقتی سیو شد کامنت بذارید که این لایو بچرخه. تا بعد، جاوید شاه، بدرود دوستان.